سلام حامد هستم و اینجا من تایمر و پارت دوم و جلسه دوم بحث انتقال سریع نمودارها خب اگه قسمت قبل رو ندیدید حتما ببینید خیلی واجبه نکات خیلی مهمی گفتم یه کلیت رو اشاره کنم بهتون و این نمودار افکس رو به ما دادن بریم این بالایی رو براش به دست بیاریم یعنی این اگر f(x) گفتن منفی دو برابر fx بالا کلا یک کل منهای یک رو چیکار کن؟ رسمش کن آقا نکاتی گفتیم ما خیلی مهم ببین اولا گفتیم داخل پرانتز محدوده x، فقط هم اینجا محدوده x، جاهای دیگه هر عددی هست مختص ایگرگه به x رفتی نداره الان x چه اعدادی داره فقط یه مثبت یک پیششه ضریبش دیگه نداره ضریب ننوشتن ضریب یک اثر نداره بدش کن پس یه مثبت یک پیش x حالا میگم یعنی چی بعد یه منفی دو اینجا داریم یه منفی یک اینا دیگه بیرون از پرانتزن گفتیم داخل پرانتز محدوده یه پس اعداد دیگه جزه محدوده ایگرگ یعنی جزء فرایندهایی که به ایگرگ مربوطه اینه منظورم از محدوده وگرنه بحث دامنه و نیست نیستا ببین منفی دو روی ایگرگ اثر میکنه منفی یک روی ایگرگ اثر میکنه اوکی اما این مثبت یکه رو ایکس اثر میکنه حالا ایگرگ حرف گوش کنه یعنی هر چی بهش بگیم انجام میده مثلا میگیم پنج برابر شو پنج برابر میشه بعد بگم منهای چهار شو منهای چهار میشه حرف ما رو عینا اجرا میکنه اما ایکس لجباز بود به ایکس میگفتیم آقا ده برابر شو ایکس تقسیم بر ده میشد به ایکس میگفتیم دو برابر شو آقا ایکس نصف میشد به ایکس میگفتیم پنجتا تا زیاد شو پنجتا تا کم میشد ببین هرچی بهش میگفتیم برعکس انجام میداد حتی قانونی داشتیم که اولویت ضرب و جمع رو داشت میگفت و این قانون چجوریه؟ آقا همیشه ضرب به جمع اولویت داره حالا ضرب میگم تقسیم و ضرب یه خانوادن جمع و تفریق یه خانوادن کلن ضرب و تقسیم اولویت دارن به جمع و تفریق اما داخل پرانتز x این قانون هم برعکسه یعنی اول جمع و تفریق انجام میده بعد ضرب و تقسیم انجام میده و چی جوری انجام میده آقا برعکس انجام میده میاد ضرب می و جمع میکنه و جمع و ضرب میکنه اوکی بیاید این مثال رو با هم حلش کنیم آقا اول نقاطی که داشتیم رو مشخص میکنیم نقاط مهم من نقطه صفر و صفره نقطه اینجا رو بگیرین یک یک میشه نقطه یک و چهار و این نقطه مهم میشه سه و چهار ببین نقاطی که دارم رو مشخص میکنم اینجا میشه 4 و 6 و اینجا رو چهار بگیر ایکسش رو چهار بگیر 4 و 6. و این نقطه و این نقطه مونده من میام اینو میگیرم این زیاد مهم نیست چون یه خط صافه مهم نیست اینجا هم 6 و منفی 3 هستش 6 و منفی 3 ببین نقاط مهمه شکل رو اول نوشتم کار خیلی ساده ایه. شما نگاه کن نقاط مهمش رو بنویس اینا نقاط شکل قدیمی هن. چرا قدیمی ان چون من میخوام یه شکل جدید رسم کنم جدیدم رو میام با رنگ دیگه مثلا با رنگ قرمز آقا اینا نقاط جدیدن، ها. اما چطور اینا به دست میان اول بیا سراغ ایگرگاش رو راحت تره چون ایگرگا چی حرف گوش کنن خب ببینید منفی دو دوستان ضرب شده به اف اف یعنی ایگرگ دیگه خب منفی دو اول ضرب شده به اف یعنی اف منفی دو برابر شده خب بعد حاصلش منهای یک شده من همین که خوندم رو اجرا می کنم ها حرف گوش کنن همین که انجام بشه انجام میشه یعنی منفی دو اگر ضرب کنم به اف یعنی همون واقعا منفی دو برابر میشن برعکس, برعکس ندارن بعد مین یک میکنمش بیاید ما مثلا این ایگرگ دیگه نه این صفر ایگرگ دیگه آقا منفی دو برابرش بکن صفر ضرب بشه به منفی دو بشه صفر بشه صفر حاصل صفر شد اونو منهای یک کن آقا صفر منهای یک میشه منفی یک بله این از ایگرگ جدید چهار بگین چهار ایگرگ دیگه نه چه بلایی سرش میاد آقا منفی دو برابر میشه چه منفی هشت بعد منهای یکش کن باریکلا منفی نو. این اینم هم همون چهاره دیگه اینم هم همون منفی نو این آقا چنده این شیشه منفی دو برابرش کن منفی دوازده منهای یک بله منفی سیزده و این منفی سرم بگو به منو خلاص منفی سه منفی دو برابر شو چه مثبت 6 یه دونه کم شو 5 حله اینا بلاهایی بود که بر سر ایگرگ اومد و ایگرگ حرف گوش کن بود عینا اجرا شدند حالا بریم داخل پرانتز داخل پرانتز دیگه چیه؟ هر عددی میبینی برا ایکس روی ایکس میخواد تاثیر بذاره و اما برعکس تاثیر میذاره خب x به علاوه یک چون ضریب ندارم خب همون به یک کافیه چی بشه شما بفهمید که برعکس کار کنه یعنی x ها رو باید منهای یک کنم x ها رو باید منهای یک کنم برعکس عمل میکرد لجباز بود تموم شد x رو منهای یک کن چون دیگه ضریب اینجا وجود نداره اینجا یکه دیگه عمل خاصی اونجا وجود نداره فقط x تو منهای یک کن آقا این صفره شو منفیه منهای یک کردم دیگه یکه میشه سفر همه رو منهای یک کن یه دونه بردار سه میشه دو چهاره میشه سه شیشه میشه پنج حله آقا نگات جدیدم ساخته شد بگید اینا رو با رنگ سبز نشانه گذاری کنم و حالا این رنگی که اینجا نباشه میخوام انتخاب کنم و مشکی انتخاب میکنم آقا منفی یک و منفی یک x منفی یک وای هم منفی یک ها دقت کنا میشود این نقطه صفر و منفی نو یعنی x هم صفره اما y هم فرض کن اینجا باشه منفی نو فرض کن اینم این نقطه آقا دو منفی نه این سفر این یک اینجا رو من دو بگیرم دو منفی نه میاد همتراز با اینجا و اینه نقطهش اینم رسمش کردم سه و منفی سیزده آقا سه منفی سیزده هم بچه اینجا رو بگیریم منفی چند سیزده سه و منفی سیزده گفته این نقطه میشه ایکسش ایگرگش منفی سیزده آقا پنج و پنج هم بگید من خلاص پنج و پنج خب این پنج ایکسش پنج ایگرگش هم مثبت پنجه اینجا چهاره اینجا میشه پنج دیگه نه بین چهار و شیش میام 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 و یه نقطه اینجا میذارم ایکسش پنجه ایگرگش هم پنجه پنج و پنج دیگه و این ریتمی که سوال داشت وصل میکنم ببین از چپ براز این به این وصل میشه بعد اینجوری وصل میشه به این بعد میاد به اینجا وصل میشه و در نهایت اینجوری حالا خورده شما صافتر با کش وز کن یعنی نمودار من بچه ها به خاطر اون منفی هستش که چی شده؟ این منفی دوستان نمودار رو میکنه برعکس میکنه مثلا هفته میشه هشت این رو به بالاها رو به پایین میشن پس یه حالت واژگون داره و این علتش اون منفی که اونجا هسته و ما به راحتی با این روش تونستیم رسم رو انجام بدیم و دیگه از اون نکاتی که تو کتاب گفته اگر ایکس منها بشه منهای کا بشه بعد بعلاوه کا کن و چی کار کن و چیزایی که واقعا شما رو گیج کرده بود و میخوام ازشون خلاص بشین و با این روش خیلی راحت فقط با این نکته که آقا ایگرگا حرف گوش کنن ایکس ها لجبازن برعکس کار میکنن سوال حل بکنید من یه مثال دیگه میخوام در پارت بعدی انجامش بدم عین این نموداره ولی یه کوچولی میخوام دوباره تمرین روش انجام بشه تا اون مثال و یه برنامه دیگه خدا نگهدارت